سلام بچه ها، چطوری؟ امیدوارم که عالی باشید. دانسته هستم در خدمتتونم با این ویدیو. دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به کارت فوق‌العاده خفن و رایگان نیمار جونیور که میتونیم فردا این کارت رو بگیریم. هر کسی که همه پنالتی‌هاش رو تونسته تا اینجای کار گل بکنه، اگه میتونه پنالتی فرداش هم گل بکنه، میتونه نیمار جونیور رو بگیره. بریم سراغ قسمت دیلی گیم و ببینیم که چند تا خونه دیگه مونده تا گرفتن کارت اپیک نیمار جونیور. من تا اینجای کار تونستم همه پنالتی‌هامو گل بکنم. همونطور که میبینید فقط 5 تا نقطه باقی مونده تا گرفتن این کارت اپیک نیمار جونیوری که بهترین کارت رایگانی که کنم میخواد به همه کاربرا بده. خفن‌ترین کارت رایگان همینه که میتونید فردا ان شاءالله این کارت رو دریافتش بکنید و اگرم که تا اینجای کار پنالتی رو خراب کردید، خب اشکال نداره، میتونید یکی دو روز دیرتر بالاخره این کارت رو دریافتش بکنید. امروز ما توی بازی شاید اضافه شدن پک جدید بیگ تایم بارسلون بودیم و همینطوری سری ایونت جدیدم کنم به بازی اضافه کرده و توی شاپ بازی هم یه بازیکن جدید از FC بارسلونا اضافه شده که قیمتی که داره 5000 تریپل پوینت و اورش هم تو 94 میره، ولی از اون طرف خیلی آمار خوبی داره و همینطور یه پلنگ استایل خیلی نابم داره، یعنی هول پلیر. بریم سراغ قسمت شاپ بازی و ببینیم که کنامی کیو به این قسمت اضافه کرده. بریم سراغ قسمت پلیر توی شاپ بازی و بازیکن جدیدی که این قسمت اضافه کرده، یعنی فرمین بارسلونایی هستش که قیمتش فقط 5000 تا ایول پوینت. واقعا خیلی میارزه که ما این بازیکن با این قیمت ساینش بکنیم، خیلی واقعا آمار خوبی داره. بریم سراغ آمار این کارت جدید فرمین که میتونیم به دو صورت ما مکسش بکنیم، یکی به اوور 95 میرسه، یکی هم به اوور 94. توی اوور 95 آماری که میتونه به ما بده بال کنترل 93، دریبل 88، تایت 90، لوپاس 90، لوپتد 82 و از اون طرف هم یه اسپید 83 در کنار اکسلریشن 84، کیک 89 و اینا. و یه مکس 94 هم میتونیم ازش بگیریم که به نظر من این قسمت 94 آمارش بهتر شده. بال کنترل 95، دریبل 90، تایت 92، لو 90، لوپتد 82 و اسپیدش رو تونستیم بهتر بکنیم، اسپید 86 در کنار اکسلریشن 83 و کیکش هم تونستیم به 92 برسونیم و یه استامینا 90 هم تونسته بگیره. این روش مکس کردن به نظر من بهتره. پلنگ استایلش هم که به صورت هول پلیر، یکی از نابتنی پلنگ استایل که ما توی بازی داریم و خیلی واقعا کارت خوبیه. اما بریم سراغ پک جدیدی که امروز بازی اضافه کرده کنامی، یعنی بیگ تایم های بارسلونا هستن با یه طراحی کارت واقعا خیلی عجیب و غریب. هر سه تا کارتی که ما توی این پک داریم و بیگ تایم هم هستن، طراحی کارتشون متفاوته. همونطور که می‌بینید آراخو یه جور طراحی کارت داره، دیونگ هم یه جوری و سرخی روبرتوی که واقعا خیلی عجیب و غریب این طراحی کارتش، یه سری عجب وجب و خط خطی و اون سرش هم که یه دونه تاج گذاشتم، واقعا نمیدونم که طراحش کی بوده. کنار این سه تا بازیکن بیگ تایم ما یه سری بازیکن هایلایت هم تو این پک داریم، مثل رابل لواندوفسکی، ترشتگن، گاوی، فران تورس و آلخاندرو بالده، رافینیا و این یارو گنده یعنی رومئو و همینطور مارکوس آلونسو. 8 بازیکنی هستن که کنار این 3 بازیکن بیگ تایم تیم پک وجود دارن که این بازیکن بیگ تایم همونطور که می‌بینید این بوسترشون حالت آبی رنگ تور داره، مثل بازیکن اپیک می‌مونن. توی بیگ تایم مسی دیدیم که کلا طراحی کارتشون متفاوت بود و اون بوستری که دارن بوستر بنفش رنگ بودش که حالا اینا بیگ تایم هستن ولی خب این ویژگی‌ها رو ندارن. خیلی ریز سری بزنیم به آمار این 3 تا بازیکن بیگ تایم بارسلون. اول از همه سرخی روبرتوی که به صورت هول پلیر هم هستش و همونطور که می‌بینید تو اکثر آمارا بین 80 تا 90 داده کنامی، هم توی قسمت بال کنترل دریبل اینا، هم توی قسمت پاسینگ و فینیشینگ و شوت زنی و اسپید و اینا و همینطور توی قسمت دفاعی هم یک بازیکن واقعا خیلی متعادله. اما فرانکی دیون که اینم هول پلیره و اوور 102 داره، بال کنترل 92، دریبل 87، تایت 91، لوپاس 100 براش کنم در نظر گرفته، لوپتد 89 و بقیه آمارهایی که داره اینجا میبینید تو قسمت دفاعی هم اوکیه واقعا. این از آمار آراوخوی 102 بیگ تایم که به صورت دفنسیو فول بک به نظر من بهترین کارت این پک هم همین میتونه باشه. هم اسپید داره، داره پست آر بی بازی میکنه، هم اسپید خیلی خوبی داره، اسپید 97 در کنار اکسلریشن 93، هم میتونه خوبم استانت رو بکنه، لوپاس 81 و لوپتد 82 داره و از اون طرف هم آمار دفاعیش هم خیلی آمار دفاعی خوبی هست و استامینای 100 هم داره، یه بازی کامل وقت کردن رو میتونه وایسته و جامپی هم که 91 و هدش هم 92 تو قسمت سرزنی میتونه بهتون کمک بکنه. علاوه بر تو پست آر بی میتونید پست سی بی هم ازش بازی بگیریم، با توجه به سرعت وحشتناکی که داره واقعا خیلی میتونه دردسرساز بشه واسه مهاجم تیم حریف. اما بریم سراغ ایونت های جدیدی که امروز بازی اضافه کرده کنامی، که یه سری ایونت جدید امروز بازی اضافه شدن که اولش تو قسمت ایونت پی وی پی که همون ایونت سکه‌دار هستش و به صورت تم ایونت اسپانیش کلاب میتونیم با تکمیل کردن ایونت 50 تا ایفل کوین رایگان بگیریم. توی قسمت ایونت واز ای آی ما دو تا تور ایونت جدید داریم که کنامی اینا رو به بازی اضافه کرده. تور ایونت اسپانیش کلاب داریم که جایزه خاصی واقعا نداره، میتونیم جی پی و اسکیل ترنینگ ازش بگیریم. اما ایونت مهمی که اینجا اومده اضافه کرده کنامی تور ایونت ای فوتبال چمپیونشیپ 2024 اف سی بارسلون راند 1ش هست. اینجا ما یه سری توضیحات در مورد این ایونت داریم که میتونیم تو این ایونت حالا شرکت بکنیم، یه سری جوایز رو به دست بیاریم که جلوتر به جوازش میرسیم و گفته آقا حداقل باید 1000 تا امتیاز ما بتونیم کسب بکنیم که برای راند 2 کوالیفای بشیم و توی راند 2 هم بتونیم شرکت بکنیم. همونطور که این راند 1شه و این راند 1ش قراره به صورت آفلاین برگزار بشه، با هوش مصنوعی قرار بازی بکنیم، ولی
توی راند دو و به بعدش دیگه قراره بازی‌ها به صورت آنلاین باشن. اگه توی راند دو های رنک بشیم و رنک بالا بگیریم میتونیم بریم سراغ راند سوم و اگه قهرمان راند سوم بشیم که میتونیم توی یه سری مسابقات جهانی شرکت بکنیم که توی توکیو ژاپن قرار اینا برگزار بشن سال 2024 که حالا ما اینا شده کاری نداریم بریم سراغ جوایزش. پلیر بونوس این ایونت مربوط میشه به باشگاه بارسلونا که اگه بیاد و از بازیکن‌های باشگاه بارسلونا استفاده بکنید میتونید به ازای هر بردتون پوینت بیشتری بگیرید. جوایزی که ما میتونیم از این ایونت بگیریم وقتی که شما بتونید 3000 تا پوینت کامل این ایونت رو به دستشون بیارید میتونید در کل 5000 تا ایفل پوینت به دست بیارید و همینطور یه دونه شانس رایگان از اف سی بارسلونا استاندارد میتونید دریافت بکنید. خب بچه‌ها از این ویدیو امیدوارم که لذت برده باشید، اینطور حتما لایک ویدیو رو فراموش نکنید و نظرتون رو تو قسمت کامنت ها بگید. کانال هم اگر سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب بکنید، زنگولش هم بزنید. میبینیدتون فردا با کارت پیک نیمار. تا موقع خدا نگهدار.